میگم بچه ها یه پیکنیک یه روزه خستگی رو از تن همه میاره بیرون. آره شکور تو لواسون یه جایی رو میشنسیم که هم دنج هم خلوته که قلیبا زیاد با هم میرفتی نشکور. خیلی خاطره داریم با اینا، خاطره دارن خون، خاطره داریم چفونی تو ما. من میگم بریم جاج رو، بریم جاج رو، اینقدر خوش میگذره. میریم یه جای سبزه چیزی پیدا میکنیم وسط اون پهم کنیم، اینقدر خوش میگذره. نه نه بریم طالقا، یادتونه رفته بودیم 13 در پارتا چقدر خوش گذشت؟ شما نبودین آقا فرمزان. نمیشه بریم آبلی، هم هواش خیلی خوبه، هم بعد از اون اونجا بسات آشتشته رو درست میکنیم دور هم میشه. نه 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 نه، من میگم که بریم یه جایی که یه ذره از آرامش طبیعت الهام بگیریم و یه ذره اعصابمون سر جاش بیاد. بریم قشم. آفرین. ناهار خوردن تو ساحل خلیج فارس چقدر کیف داره. خیلی خوش سلیقه ای، خیلی خوش سلیقه. اینقدر خوش میگذره تو خلیج بابا. چی داری میگی؟ چی خوش سلیقه است بابا؟ ما میخوایم یه روز از این شهر بزنیم بریم بیرون، یه هوایی بخوریم و برگردیم. نمیخوایم بریم که دور دنیا رو بگردیم. تازه الان میگی چقدر گرمه اونجا، هلاک میشیم از گرما. خیلی گرمه. خیلی مزه میگه. خیلی خوب شد که همه ما داریم میگیم بریم یه جای هوا بخوریم، خنک باشه، میگه پاشیم بریم تو قشم. اصلا تو مسکی یه خورده. خب باحاله اونجا. خوب شد که همه هم عقیده هستیم. خب بس همگی با هم میریم لواسون. خب آره لواسون خیلی خوبه. لواسون خیلی لواسون. کی؟ ماما شما به کیه؟ کیه؟ بشین من میرم. نه خودم میرم. خروس بی‌محل کیه؟ ای لباسونم خوش میگذره. نه خوش براله، خوش گرمه، نمیشه خوش گرمه. ای ببخشید تو آقا شنبه چی کار داری میکنی؟ معذرت میخوام، دستم به صورت کاملا اتفاقی به در خورد. من اینجا رو شوشتک کردم، داشتم چارچوبا و در را میسابیدم، برقم انداختم که یک دفعه شما مزاحمت ایجاد کردم، دستم به در خورد. پسر من روز تعطیلیه، خب برو یکی دو سه ساعت بگی بخواب، غذا که نمیخوری، صبح تا شب بلند میشی همینجوری زمین و زمانو داری میسابی. آخه به خودت رحم کن پسرم، قیافتم که روز به روز داری میشه این قازقلک. ای مادر جان، در ولایت ما میگویند در اگر برق نیفتد در نیست، مرد اگر کار نکند مرد نیست. به خاطر همینی که شماها اینقدر زحمت کشین. ببین اینقدر زحمت کشین، همه تون درست حسابی کار میکنین، واقعا باری کلا به این غیرت شما ها. وظیفه خود انجام بدهیم مادر جان. حالا برو لباستو عوض بکن، دست و پلتم بشور، کاراتو بکن، میخواییم بریم گردش. من مزاحم نمیشم. برو بهت میگم. نه چرا اینقدر تعارف معارف میکنی؟ بابا همه میخواییم بریم پیکنیک ها. مادر جان من نیایم بیتر از گردش شما را نس خراب میکنم، مجلس گندانه میکنم، نیایم بیتر. برو پسرم، برو لباس میباستو زودتر عوض کن، پاشیم بریم، همه منتظرن. من نمیایم. ای شنبه؟ به این شرط میایم، مگر اینکه خیلی اصرار میکنی. برو لباستو عوض کن، بدو. دارم اصرار میکنید من. بدو. میکنی کپای مرگ خود گذاشته ای کم لیاقت؟ نه من کپه نگذاشتم، خود رو بر کپکی زدم تا بارها رو جمع جور کنه. بارها رو جمع جور کنن؟ بیا نگاه کن ببین فرزاد چی چارپایی میدواند، بیا نگاه کن ببین خود را چگونه پیش مادر جان عزیز کرده است.
مگر چه کار میکند؟ مگر چه کار میکند؟ الان بهترین فرصت است که تو خود را پیش مادر جان نشان دهی که بگویی چقدر مادر جان را دوست می‌داره. خب من باید چه کار کنم؟ شنبه یا این بارها را بردار ما خود به داخل عقب خود رو ببر. شنبه؟ ها چهار شنبه. من این مردونکی تو را فراموش نمیکنم. نکارتم من جان را تو بیل میکنم. بیل کن بیل کن چه کار میکنی؟ بیل کن چه کار میکنی؟ بیل کن. باز چی شده؟ باز چی شده شما دوتا همینجور داریم با همدیگه کلنجار میریم؟ مادر جان نمیذارد من کاری خود بکنم. مگر سرایدار این خانه من نستم؟ نمیذارد من کاری خود بکنم. بارها را میخواهد خود ببرم. آقا حامد آفتاب از کدوم بر سر زده که شما اینقدر دارین ناپریزی میکنین؟ میدونین از این به بعد آفتاب از هر طرفی که شما بگین در میاد. مادر جون راستش نمیخواستم دور از چشمای شما کار کنم. راستش نمیخواستم تظاهر کنم. مادر جان این مرد به من میگوید من تو را میکشم اگر مادر جان متوجه شود که من کار کردم. مرا تهدید میکند. من که اصلا باور نمی کنم. باور بفرمایید مادر جان. من فکر میکنم که هنوز اونجور که باید هیچ کدومتون حامد را نشناختید. من بر تو قیبته میخورم. ببینم تمام سبدار خود تنهایی بردی پایین؟ بله با همین دستای خودم. میدونید من از انرژی شما مادر عزیز میتونم قدرت بگیرم و این سبد، این گلیم و این چیزا رو بلند کنم و کار کنم. آقا حامد انشالله که همیشه تو زندگیت خیر ببینی که انقدر داری به من کمک میکنی. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. بگیر نباش مادر جان کاری دارید من انجام دم. نه دیگه حامد داره انجام میده. تو مثلا میخواستی فداکاری بکنی؟ ببین چه دست گلی به بار دادی. آخ من اگه نخوام تو کار بکنی کیه باید ببینم؟ مادر جان من هی حامد رو میگویم بگذار من خود کاری خود انجام دهم. من سیرای داره این خانه همه گیر داده است. بگوید بذار من کار کنم. بذار من کنم. نگاه چی کار کرده. خود بذاری من کنم. خود بذاری. خب کسی که صبح تا شب بگیره بخوره و بخوابه بهتر از این نمیشه کارش. اون منصور بدبخت بره پول درانه برداره بیاره تو خونه اون وقت مالش اینجوری علومت قرار بشه. تو میخوای منو بکشی؟ مادر جان شما خود را هرس ندهید. اعصاب خود خورده نکنید. اصلا همه اینا را من بشکسته کردم. دروغ گفتم. حامد جان بیگناه هست. او را بخشش کنه. بسه بسه تو دیگه نمیخواد فداکاری کنی. حامد بیگناه هست. بیگناه هست. دامادمه بهتر از تو میشناسم. مادر جان من اینگونه بار آمدم. من اگر صبح تا شب فداکاری نکنم شب چگونه کپی مرگ خود بگذارم؟ آخر تو چی کار کردی؟ همه رو بشکسته کردی همه رو. یاد گرفتی فداکاری رو؟ نه نمیدونم. چهارشنبه؟ شنبه. من تلاش خود را برای امداد تو برای کمک به تو کردم ولی خب مادر جان نپذیرفت. شنبه؟ ها چهار شنبه. چرا نیرنگ میکنی؟ چرا نیرنگ با من میکنی؟ کار نیرنگ نکردم. حالا تو را میکشم هر چقدر میخواهی شکو خانم را جیغ بزن. چکار بخواهی بکنی؟ چکار بخواهی؟ کدومه؟ یادم نیست کوچه 12 پلاک 10 یا کوچه 10 پلاک 12. تو هم با این حافظت یه زنگ بزن ازش بپرس دیگه. میگم پلاکشو بلد نیستم. میگی زنگ بزن. زنگ تلفنشو میگم آقا نه زنگ در خونشو. آها الو
همه چی آوردین؟ بالش، دو تا بالش هم بیارید. یا فرخین هم بده چی باشید. سرخان چیه؟ چیه؟ الو بفرمایید. سلام قربان، خیلی ممنون. شما؟ سلام آقای مهاجر. آقا مخلصیم، احوال شما؟ چه عجب، یاد ما کردی. قربونت برم جانم، در خدمت هستی. شما کجا هستی؟ مخواستم بیام خدمت تو منزل برسی. آخ آخ آخ، چقدر بد شد مهاجر جون. ما الان داریم با خانواده میریم لواسون. کجا لواسون؟ بله بله داریم. کاش زنگی به من میزدی، ما نمیرفتیم لواسون. الان کجا این لواسونی؟ بله بله الان توی یه باغ خوشگل و باصفا هستیم. بچه جون دست نزن به اون زردالو بابا، شاید صاحبش راضی نباشه. با تو هم بچه شکو شکو بابا، یه سیخ از این کبابت بده به بابا، این بوش ما رو دیوونه کرد. جات خیلی خالیه آقای ماجه. خوش بگذره منصور خان. قربونت برم، میگم صداتو چقدر نزدیکه، هگار بیخی گوشم وایسادید آقای مهاجر. اینجا آره پر از کوه، من تعجبم چجوری آنتن میده. فدات شم، این قرازاتو از رو جلوی در وردار، اینجا که پارکه میکنن جلو خونه مردم که. عمو جان با شماست، راست میگه دیگه، آخه اینجا آدم پارک میکنه، بکش کنار دیگه. منصور خان مثل این که بیموقع مزاحم شدم. الو الو، صداتون اینم چرا قطع و وصل میشه؟ خب بچه‌ها دیگه خوشگذرونی بسه، برمیگردیم تهرون. بریم تهرون. حالتون چطوره؟ بفرمایید. ما بیم برنامه‌تون رو به هم نزنین آقا. بابا مگه قرار ما تا شب لواتون بمونیم؟ حالتون چطوره؟ بفرمایید داخل، بفرمایید. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ اینو بذار من قطع کنم. چطوری شما؟ بفرمایید. خانم بفرمایید داخل، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید. من داشتم با کی صحبت می‌کردم. الو بفرمایید دیگه، بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام. آره ما لازم. بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. آقا برمیگردید تهران. برمیگردید. آره در دراجه ببر. بفرمایید آقای مهاجر. بفرمایید. می‌خوام اصلا ماشینی بیار تو. نه نه. شما رو بیار تو، بچه‌ها رو بیار ماشینی بیار. شنبه. شنبه یه ماشینی بیار تو. بفرمایید خانم خیلی خوش اومدید. خیلی لطف کردین. ممنون از این دست گلتون. خواهش. آقا منصور. یه دقیقه بیا. بله. میگم یه جوری اینا رد کن برن، دیر میشه. خانم زشته بابا، اینا آدم حسابی هم منصور تری به ارواح خاک اموات دیگکاری بکن، اینا را دستبی سر بکن، اینا را درک کن. من تا حالا پیکنیک نرفتیم. بابا تو دیگه چی میگی؟ خب راست میگه دیگه، آخر روز تعطیلی پاشدن مدن تو خونه مردم، موی دماغ مردم شدن که چی میشه؟ خب ساکت بابا، شلوغش نکنی. حالا بذار بینم یه کاریش میکنم، یه چایی درست کن فعلا. بیا. خیلی خیلی خوش اومدی قربان، سرفراز فرمودی. خواهش میکنم آقا شنبه. معلوم مادر سرم، یه چای خوب دم کن برام بیار. هر توخ مثلا. خیلی خوشحالمون کردیم. خواهش میکنم. شکو خانم، آقای مهاجر همونی هم که همیشه ذکر خیرشون بوده. کدوم آقای مهاجر؟ آقای مهاجر دیگه که همیشه خانومشو من همیشه تعریف میکردم. هم بله بله، منصور خیلی از شما تعریف میکرد. همیشه ذکر و خیر شما تو این خونه بود، چه از خاطرات خدمتتون که تو سربازی با هم بودین، چه مسافرتایی که با هم میرفتین. ولی من تا حالا همه دوستای شما رو دیدم آقا منصور، ایشونو هیچ وقت ندیدم. آخه ما دو سه هفته بیشتر نیست که با آقا منصور آشنا شدیم. چی داری برای خود قصه میبافی؟ شما خودت میگی، خودت تعریف کنه اینا. خب مگه من سربازی رفتم کنم؟ چایی چی شده؟ سربازی رفتم. یه ناقابلی نسبت به آشنایی فرخوندمون. دست شما درد نکنه. میبینی شکو؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون فرخونده خانم. اسم من فرخونده نیست، اسم من ناهیده. آقا منصور. فرخونده؟ منظور ایشون اینه که به فرخونده، یعنی به معنای میمنت و مبارکی. آها بله بله بله. خیلی خیلی متشکرم. مادر جان ما که پادره داشتیم، میخواد اینو بگیرید بندازیم جلو دست به آب. آقا شنبه، این که پادری نیستش که، این یه قالیچه بسیار نفیسه که 100% هم استادانه بافته شده. قیمتش هم فکر میکنم یه 3-4 میلیون تومانی میشه. بله بله. شما خیلی سرشته خیلی خوبی در این زمینه دارین. عرضم به حضورتون آقای مهاجر، من از بچگی خودم تاجر فرش بودم. اصلا به طور کل این فرش با من حرف میزنه.
هم این زبون منو خیلی خوب میفهمه، هم من زبون اینو خوب میفهمم. خواهش یکم این زبون منم میفهمیدی. بله میفهمه. بفرمایید. اسم شما چیه آقا؟ شنبه. نظیر شنبه. شنبه. آفرین. شکر میک جناب ماجه این چه کاری؟ خواهش میکنم برگردان شنبه جان. شنبه زشت برگردان پیسه میکنم. آقای ماجه این چه کاری؟ دستش جمع در دکنه. نکن این طور نکن. بیستکن دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. آقا شنبه تشکر کردی؟ یک دنیا سپاس. دست شما درد نکن. چای تو چیه؟ پررنگه؟ پررنگ دوست ندارم. خب من کمرنگ برای شما الان میریزم. اصلا میرم چای دو رنگ. من خودم میارم. من خودم بلدم. الان برای تو چای میارم. من میارم. بس میکنم. بیا تو گرفتی. خب من گرفتم. خب من باز بخورم. الان برای تو میارم. آقا منصور. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. شما لطفتون من. سپاسگزارم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. مرسی. خیلی ممنونم از لطفت. دست شما درد نکنه. آقا منصور میخواد چایی رو پررنگتر بکنه؟ آقا منصور نه بدکشش. یه چیزی آقای مهاجر کار داره. یه چیزی دست درد نکنه. خواهش میکنم. بازم ممنونم از لطفت. سپاس گذارم. ببرم کنیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بشم آقا منصور ممنونم پسرم. دست شما درد نکنه. نه اسمی از اونم بر دهان بگذارید. قربون شما. خب بریم سر اصل موضوع. بله. بهتره راجع به پروژه صحبت کنیم. ببخشید من یه کار کوچیکی دارم الان میام خدمت. استدعا میکنم. شنبه جان یه دقیقه بیا بیرون کارت دارم الان میام خدمت. استدعا میکنم. بیا بیرون. ببخشید فرستادمش. حالت خوبه؟ بله میفرمودیم. من بهتره بریم سر اصل موضوع. راجع به پروژه صحبت کنیم. بله درست شوشتک کن دگر. هی حواسش به من است. کارت بکن مگر چهار پا شوشتم کنی. چقدر قیل و قال میکنی شنبه؟ خودت چرا کار نمیکنی؟ من کار نمیکنم پس این چیست؟ کار نمیکنم؟ این کار نیست که پس چرا قور میزنی پس؟ قور نمیزنم؟ خب تو بلدی کار بکنی که من هیچ نگویم. من هم باید تو را بگویم این کار بیکن این کار نکن. بعد من آمدم تو را امداد کنم تو را کمک بکنم. نمیفهمی؟ من که خود نیاز ندارم. من دوروبرش بیچرخم همینجور من را به سپول میدهد. نیازی ندارم. فقط باور کن یک چند روز اینجا بماند من چنان پشت خود میبندم که با آبرو پیش مادر بیروم. شنبه؟ ها تو فکر میکنی چقدر به ما پول بده؟ خب وقتی برای بردن از تو چوی 200,000 تومان پول مرا میدهد خب مطمئنن برای شیشتک کردن ماشینش یک پولی میدهد که تا آخری اون پشته خود را ببنده. میدانی؟ آه یک ساعت کار کن یک عمر حال کن. کاش که همه سهم مال خودم بود. من که گفتم همه اش مال خودم. شما میدونین برای راه اندازی همچی پروژه چقدر پول میخواد؟ بله خانم 1,000,000,000 تومان.
شما حالتون خوبه شوکو خانم؟ یک میلیارد تومن؟ تازه من فکر میکردم که برای همچی کاری 50-60 میلیون پول کافیه، اصلا نگران بودم. شما چجوری میخواین روی همچی پروژهی یک میلیارد ریسک بکنیم؟ ریسک چیه شوکو؟ چی داری میگی؟ ما اگه این کارو شروع بکنیم در عرض 2 سال به سوددهی میرسیم. حق با منصور خانه، با تجربه و مهارتی که ایشون در کار مرغداری دارن مطمئنم خیلی زود این پروژه به سوددهی برسه. آخه من با آقا منصور اعتماد کامل دارم. نه آقا، این چه حرفی شما میزنی؟ آخه به چی چیه منصور؟ به تواناییشون، به تجربهشون. شما محبت دارین، خیلی ممنون، تشکر. من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. آقا منصور این چه حرفیه میزنی شما؟ آخه شما چه تجربه ای، چه توانایی تو این کار دارین؟ ببخشید، ما الان برمیگردیم. خواهش میکنم. چی؟ این حرف ها چیه تو میزنی؟ پاک منو سکه پول کردی ها؟ چه کاری تو میخوای بکنی آخه منصور؟ بابا یک میلیارد شوخی نیست ها؟ نکنی میخوای منو به خاک سیاه بشونی منصور؟ کدوم یک میلیارد؟ ما اصلا یک میلیارد پول داریم، ما زندگیمونم بپوشیم 200 تومن نمیخرن. آخه پس از کجا میخوای پول بیاری ها؟ بابا خود این یارو میده، پول از اونه، کار از من. این یه فرصت طلایی شکو، چرا همه چیه داری خراب میکنی؟ ها؟ منصور گناه داره. لاغل اگه دلت برای خودت نمیسوزه دلت برای این بدبخت بسوزه. بابا اینم زن بچه داره. واقعا از تو توقع نداشتم شکو، واقعا توقع نداشتم. یعنی تو میگی من عرضه هیچ کاریو ندارم؟ یعنی تو میگی داری؟ معلومه که دارم بابا، من تجربه دارم. چرا این فرصت شکو گیر هر کسی نمیادا؟ این فرصت از دست ندیم. بعدشم ببین به چی میگم، تا تو دلت رضا نباشه من هیچ کاری نمیکنم. شکو قراره من مدیر عامل مرکز پرورش بوغلبو بشم، کلی پولدار میشیم. پول پول پول. ببین منصور، من که هیچ وقت نمیخوام جلو ترقی کردن تو رو بگیرم، اصلا رضا نیستم، واقعا میگم. یه در میزنن چیه؟ چی میخوای؟ با پیدر کار دارم. پس چرا اینجا اومدی؟ پیدر مهاجری صدا میکنه بیادم در. پس پدرت مهاجری شده؟ آره؟ آن همچی پیدری، مهربانتر از پیدر، دلسوزتر از پیدر. مادر مادر شکو تموم شد، پدر پدر مهاجر شروع شد. آره؟ حسودی؟ به تو چه ربطی دارد؟ در مسائل خانوادگی من چی کار دخالت نکنی؟ خیلی خوب، چی میخواه الان؟ هیچ، میخواهم بگویم که ماشینش شوشتک کردم، میخواهم دلشادش بکنم. صداش کن بیا. میخوای دلشادش کنی یا میخوای جیبتو پر کنی؟ برو بابا. تو میگویم حسودی نگونی. میگم برو به کاری شونی که در نیار. برو بیخیر. میخواهم اون را دلشاد کنم. شده حالا میخوام حالا دل من آقا منصور. شنبه جون چی میخواد؟ چیزی نشده ماجر جون، تو برو محلش میکنم. نه پدر جان نرو. پدر جان هیچ جا نرو. این مرد غریبه میخواد بین ما رو تو را فاصله بیاندازد. ماجر جون میخواد تیغت بزنه. برو تو. برو روش زیاد کردی. میخواد از تو بعیده. آخه این طفلی چی کار به تو کردی که این کارو بهش میکنی؟ چی شده پسرم؟ پیدر پیدر جون بیا در آخوشت بگیره. پیدر جون پیدر جون پیدر جون این مرد غریبه نمه گذارد من تو رو دیل شد کنه. ماشینت شیشته کردم که دیلت تو شد شبه. این همه گذاره پیدر جون من رو تنها نذار. قول میدی من رو تنها نذاری نکن این کار دیگه ماجر جون، روش زیاد کردی. قول میده من رو تنها نذاری. قول میدم پسرم. بله خواب برو، همینو میخواستی؟ اشکالی نداره. این میدونی چه بدبختی کرد ما رو؟ حالا نوبت تو شنبه؟ آچارش. خیلی ممنون، مبارک باشه شکر. برای تو هم مبارک باشه، ببینم چی کار میکنی منصور. فردا باید شرکت رو به ثبت برسونیم. بله. از این به بعد
یه حساب جاری هم به نام شما باز میکنیم. بعد این به بعد هر اسنادی که امضا میشه بشه امضای شخص شما باید باشه. مثل اینکه شما میخواستین جایی تشریف ببرین. نه نه اصلا راحت باشین. میگم چطوری موافقین یه غذایی درست کنیم همه دوره هم باشین؟ من یه پیشنهاد دارم. همگی بریم باغ ما. نه دیگه زحمت نمیدیم. همینجا یه غذایی میخوریم. شوکو یه قرمه سبزی درست میکنه و انشالله یه بار برای میذاریم میریم باغ. من بساط کباب را میندازم و میریم باغ. نه شوکو. بله. این دفعه اجازه بدیم بریم باغ ما. اونجا خوش میگذره. همه چیزی هم مهیاست. زحمت میشه آخه. چی میگی بریم؟ هر جوری که شما دستور میدین. زحمتی نیست. دور هم هستیم اونجا خوش میگذره. دقیقاً میدونی منم فکر میکردم واقعا یه خوابه. چه خواب خوبی هم بود. باورت نمیشه من هنوز گشتمه. میدونی چشم سیر نشده. دلم هنوز از اون مرغابی شکمبر شکمه انار پنار. خیلی خوب بود. چرا بابا خر کردم؟ تحویله میگیره بارو دیگه. رفتین اونجا این همه خرابکاری کردین حالا اومدین نشستین پشت سر مردم صفه هم میذارین؟ نه صفه نذاشتین. گفتین چرا رفت؟ میدونی به نظر من پول آدم ها رو عوض میکنه. فرزاد جون ما که کاری نکردیم مادر و خدای را کرده با که قصد اهانت به آقا منصور رو نداشتیم. من نمیدونم آقا فرخ شما بوده. چرا اینقدر خودتون رو خود هر آش میکنید؟ تمام این آتیش ها زیر سر شماست. شما داریم بچه ها رو اخفال میکنید. شکو خانم خواهش میکنم اقدر شلوغش نکن. میخوام ببینم این سند این آقای مهاجر رو مگه به نام آقا منصور زدن که اینقدر اردرون بردرون میکنی؟ نه خیر سند به نام آقا منصور نزدم. ولی بدون آقا منصور هم ایشون آب نمیخورن. شما میدونی یه عمر این دوتا با هم دیگه رفیقن؟ ببخشید البته یک عمر نیست. حدود دو هفته است با هم دوست. مادر من اتفاقی نیفتاده که اگه منظورتون منم. مادر جان من با احترام از آقای مهاجر دعوت به شراکت کردم. ایشون هم با احترام پذیرفتن. من که قصه اهانت به منصور خانو نداشتم مادر جان. در هر صورت من حالی میست آقای فرزاد خان. منصور باید موافقت کنه. تموم شده رفت. چشم. اون که بله. بله. چقدر عصبانی. بگو مرغا رو بشمارم. اینم آقای جمع شما رو شده. تمام چیزش رو زده. این باید فرده بگیم. سلام. سلام عزیزم. بفرمید پاشید خواهش میکنم. ارباب رجوع که نباید بشینه. خب دارم کارم رو انجام میدم. بله شما باید کارتون رو انجام بدید. سریع از اداره برید بیرون. صبح خیلی مزید خواهد. چی میخواهد؟ سلام سلامتی میره. شما نمیخواهد جواب سلام رو بدی؟ شما مگه سلام بدی؟ گفتی صبح بخیر. خب ببخشید سلام صبح بخیر. چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. فرقش اینه که تو دیگه اون فرزاد سابق نیستی. همه چی عوض شده. خب رو ست هزار مرتبه شد. بالاخره ما یه جایی تو دل شما پیدا کردیم. با من خوشحالم از این که دیگه فرزاد سابق نیستم. قبلا یه ذره ازت خوشم میومد ولی اصلا الان دوست ندارم یه لحظه ببینمت. مزو خود چرا؟ بچه پولا رو بدین. پولا رو بدین. پولا رو بدین. یادم افتاد. سریع بده سریع مایه رو بدین. من شمردم. این میخواد تو هم بشم. نه درسته منصور جون این سهم ما. این پولا چیه؟ بابا گفتیم یه سفره‌ای بازه ما هم بالاخره نونی ببریم دیگه. منصور جون دیگه بله. ببینم شنیدین یا کلاغا به گوشتون رسید؟ حالا حالا چه فرقی میکنه منصور خواهد؟ شما که قصد شراکت داری هم که اهل شراکت و دوستی هم. شما اینو بردار دست خیر داری منصور خواهد. دست بچه رو رد نکن. ببینید بهتون چی میدم. میگم این پنبه رو بکنی تو گوشتون. من و مهاجر اصلا شریک نمیخواییم. بردار ببر بابا. از اون خواهد کنه قربون شکت برم. غلط گفتی. پنبه رو میگن از گوشه درار. نه این کیف رو کن تو گوشه.
سلام. خسته نباشید. آقای جمالی؟ ایشون هست. شما هستی؟ بله. آقای مهاجر این دسته چکار رو دادن که بیارم خدمتتون. این حساب جاری شرکته. اینم حساب ارزی ریالی شرکته. فرمودن هر جوری که صلاح میدونین ازش استفاده کنید. خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. بعد تو اینا پولم هست؟ عرض کنم که تو فردا قراره که مبلغ 200 تومن به هر کدوم از این حسابا واریز بشه. 200 میلیون تومن؟ البته برای شروع به کار. بله. این شروع ببین چه آخری داره. دست شما درد نکنه. سلام گرم منو به آقای مهاجر برسید. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. قربان شما. بیایید دفتر. شهر چهار خونه یه خونه است که تو چشمات چهار تا میشه، گل هزار برجم که باشه چهار خونه بیشتر نمیشه. زندگی